دوستان عزیز ما هر هفته فایلایی رو در خصوص آموزش زبان انگلیسی و نکات مراد به اون در اختیار شما میذاریم اگر از این دسته مطالب خوشتون میاد ازتون میخوام که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید که وقتی ویدیوی منتشر میشه از اون اطلاع پیدا کنید موفق باشید ادامه پیج 11 تمرین 12 exam skills هست میگه read the passage and answer the questions below این مت رو بخونید و به سوالات پاسخ بدهید تیتر ریدینگ ما اینه سوشال media and the meaning of friendship سوشال میدیا و معنی دوستی بریم با هم دیگه مت رو بخونیم There have been a lot of scientific studies into what makes a friendship میگه که مطالعات علمی زیادی انجام شده برای چی؟ برای اینکه بفهمیم چه چیزی باعث دوستی میشه. It seems today that ideas of what friendship is are also changing. و به نظر میرسه امروز که ایده های اون چیزی که باعث دوستی میشه در حال تغییرن Study in 1993 at University of Oxford showed that people could only maintain 150 relationships بعد میگه یک مطالعه بوده در سال 1993 دانشگاه آکسفورد که میگه افراد فقط میتونن 150 تا رابطه رو مینتین کنن با 150 نفر ارتباط داشته باشن However اگرچه With the explosion of social media since then از اون به بعد با انفجار رسانه های اجتماعی Many people now have over 300 people who they think of as a friends. پس میگه که از اون به بعد مردم مردم زیادی هستن که با بیش از 300 نفر ارتباط دوستی دارن و اونها رو به عنوان دوست در نظر میگیرن Some people think that these friends are not real friends بعضی از افراد فکر میکنن که اینها دوستان واقعی نیستند. But others believe that social media has helped us to expand and keep our relation, our friendships because We have more time and opportunities. میگه که اما دیگران عقیده دارن که رسانه های اجتماعی به ما کمک کرده تا گسترش بدهیم و دوستانمون رو چکار بکنیم بیشتر کنیم چرا؟ به این دلیل که ما تایم و فرصت بیشتری رو داریم Another change from the past is that people don't stay in the place where they were born میگه که مردم از نظر اون جایی که به دنیا اومدن در حال تغییرن یه جا نمیمونن این تفاوت که با گذشته داره they go to different cities and countries for education and jobs پس مردم از نظر جغرافیه بیشتر حرکت میکنن میرن به شهرها و کشورهای مختلف مثلا برای تحصیل یا برای شغل people are in general more geographically mobile nowadays پس مردم از نظر جغرافیایی بیشتر حرکت میکنن This means that we have more chances to meet and make friends with people from different cultures and different backgrounds. پس میگیم به معنی که ما فرصت های بیشتری رو خواهیم داشت که ملاقات کنیم دوست بشیم با افراد ونگ های مختلف و گذشته های متفاوت. People still often make friends at college who remain friends for life. مردم هنوز دوست دوستی میکنن در دانشگاه و این دوستی‌هاشون باقی میمونه. But، Making new friends at work is more difficult. پس میگه یه سری دوستی ها هستن که تو دانشگاه اتفاق میفته و این دوستی ها تا کل عمر ادامه داره. اما دوستی در سر کار سختره. People now have less security at work. And this also means that they find it harder to build new relationships. پس میگه که مردم در حال حاضر اون اطمینان کمتری رو دارن در سر کار امنیت کمتری رو دارن و به این معنی که اونها خیلی سخته براشون که در سر کار بتونن روابط دوستی رو ایجاد کنن از people get older از اونجایی که هنگامی که مردم سنشون میره بالا they sometimes also have less free time اون اوقات یک کاری کمتری دارن they become busier with their jobs and families میان با شغلشون با خانوادهشون مشغول میشن they have less time to spend with friends و تایم کمتری رو دارن که با دوستانشون بگذارن friendships can be very different میگه که دوستی میتونه خیلی متفاوت باشه when we are at different ages وقتی که ما در سنین متفاوت هستیم young children often choose their friends because of convenience میگه که بچه های جوان اغلب دوستی هاشونو به خاطر اینکه دم دستشون راحتن پیدا میکنن for example they go to the same school چون میرن یه مدرسه they live near each other چون نزدیک هم زندگی میکنن or their parents are friends. یا اینکه به در مادرشون با هم دوستن at we get older as we get older از اونجایی که ما انگامی که ما سنمون میره بالا friendships are more connected with having similar interests and opinions وقتی سنمون میره بالا این ایجاد دوستی به واسطه اینه که ما علایق یا ایده های یکسانی داشته باشیم این دوستی ما رو تشکیل میده One thing is definitely true though می قطعا یه چیز درسته It doesn't matter how old we are or how many friends we have on social media مهم نیست که ما چند سالمونه یا اینکه چندتا دوست در های اجتماعی داریم Friendship is good for our health دوستی برای سلامتی ما خوبه People who spend time with friends مردمی که افرادی که وقتشون رو با دوستاشون میگذرن have fewer mental health problems این افراد مشکلات ذهنی کمتری دارن and are generally happier و معمولا خوشحالترن and in a better physical state of health و از لحاظ فیزیکی سلامت بهتری دارن نسبت به کی than people who spend their free time alone نسبت به افرادی که اوقات بیکاریشون رو تنهایی میگذرن answer the questions below choose no more than three words from the passage for each answers میگه بیشتر از سه تا کلمه استفاده نکنید حالا این کلمات از کجا باید بیم از توی مات. پس این دو تا چیز خیلی مهمه یک بیشتر از سه تا کلمه نباشه دو این کلمه این که انتخاب میکنیم حتما از مت باشه نمبر وان What has enabled people to have more friends than in the past according to some people? میگه چی باعث شده که ما دوستانی بیشتری داشته باشیم؟ خب میگیم اگه بخوایم تو دو, دو تا کلمه جواب بدیم میگیم سوشال میدیا نمبر تو What phrase does the writer use to describe people who don't stay in the same place? میگه اگه بخوایم یه فریز استفاده بکنیم راجع به افرادی که تو یک جا نیستن هی جا به جا میشن چی میگیم؟ میگیم جیوگرافیکلی موبایل در پاراگراف دوم خط یک دو سه چهارم بود جیوگرافیکلی موبایل و اما سومی What work related problem do people have that makes them less likely to form friends میگه که چه مشکلی از سر کار که افراد احتمالش کمتره که با هم دوست بشن میگیم که تو دو تا کلمه less security less security در ادامه پاراگراف دوم کلمات less security رو میتونیم ببینیم و نمبر 4 what frequently influences The Friendships of Young Children چه چیزی میتونه به دوستی های بچه های که سنشون کمه اثر گذار باشه؟ بگیم بله در پاراگراف سوم کلمه convenience هست به معنی availability accessibility در دسترس بودن راحتی سهولت convenience که گفتیم دوستی هاشون به این اساسه که توی محلن باباشون با هم دوسته ایجاد میشه و نمبر 5 What are people with friends less likely to suffer from؟ میگه اونهایی که, اون که رابطه دوستی دارن دوست دارن چه چیزشون کمتره و چه چیزی کمتر رنج میبرن؟ گفتیم نهایت تو سه تکره همه باید بگیم Mental health problems که در پایگراف آخر بود Mental Health problems. این هم از صفحه یازده و پاسخ به سوالاتش